قصة وأفسون أيجان روشاني دم نوغهون قصة وأفسون أيجان روشاني دم نوغهون أسلحة بردوش تموراف تم بسيد دشمنون أسلحة بردوش تموراف تم بسيد دشمنون حس نمودم درک نمودم کشورم را در فغان حس نمودم درک نمودم کشورم را در فغان غیرت و مردانگیم را گذاشتم در میان غیرت و مردانگیم را گذاشتم در میان تا هنوز عمرم نبود از هجرت و از بردگی تا هنوز عمرم نبود از هجرت و از بردگی روبرو جنگیدم با دشمن آزادگی روبرو جنگیدم با دشمن آزادگی من بریختم در جهاد یک خرمن عمرم رفیق من بریختم در جهاد یک خرمن عمرم رفیق تا شود روزی شوم آزاد زین دشمنی تا شود روزی شوم آزاد زین دشمنی با هزاران لشکر و با صد هزار اشغالگران با هزاران لشکر و با صد هزار اشغالگران با کمال افتخار جنگی دیدم من در جهان با کمال افتخار جنگیدم من در جهان من قدم های غلیم را می شمردم تا به صبح من قدم های غلیم را می شمردم تا به صبح آنقدر در جب همی بودم خمار دشمنان آنقدر در جاب همی بو دم خمار دشمنان قصه و افسانه جنگ را شنیدم ناگهان قصه و افسانه جنگ را شنیدم ناگهان اسلحه برداشتم و رفتم به صید دشمنان اسلحه برداشتم و رفتم به صید دشمنان حس نمودم درک نمودم کشورم را در فغان حس نمودم درک نمودم کشورم را در فغان غیرت و مردانگیم را گذاشتم در میان غیرت و مردانگیم را گذاشتم در میان داشتم فکر دفاع و تعرض و حمله را داشتم فکر دفاع و تعرض و حمله را تا کنم آزاد من این کشور غم دیده را تا کنم آزاد من این کشور غم دیده را می بودم درگیر و من با صد گروه اجنبی می نوشتم با سلامن قسمت هر بردرا می نوشتم با سلامن قسمت هر بردرا ناگهان روز ورود خاک دشمن شدم با پیکا میلش نمودم تلخ و تر از دیگران نیست یک نقطه جای دیگر برای مزدوران مرده هاش را شمردم
کیف نمودم آن زمان، مرده هاش را شمردم، کیف نمودم آن زمان. هر قدر تحریر کنم خوشکل است این داستان، هر قدر تحریر کنم خوشکل است این داستان. یک عمر جنگیدم با صاحب و با نوکران، یک عمر جنگیدم با صاحب و با نوکران. نیست و نابود کردیم هر حریف خیش را، نیست و نابود کردیم هر حریف خیش را. کرد فرار از ترس و بیم جنگ همه بزدلان، کرد فرار از ترس و بیم جنگ همه بزدلان. قصه و افسانه جنگ را شنیدم ناگهان، قصه و افسانه جنگ را شنیدم ناگهان. اسلحه برداشتم و رفتم به صید دشمنان، حس نمودم درک نمودم کشورم را در فغان، حس نمودم درک نمودم کشورم را در فغان. غیرت و مردانگیم را گذاشتم در میان، غیرت و مردانگیم را گذاشتم در میان. سلام ها و احترامات خیش را تقدیم می کنم به ملت غیور افغانستان، به سران حکومت، به وزارت دفاع، به وزارت داخله، به وزارت خارجه، به امنیت ملی، به تمام هنرمندان افغانستان، به تمام شاعران افغانستان، به تمام ملت مجاهد افغانستان احترامات خود را تقدیم می نمایم. به تمام مجاهدین افغانستان بسیار زیاد قابل تاسف است که محترم حضرت صبغت الله مجددی صاحب به حق رسیده. دیگه امی شعر ما تقدیم کردم به افتخار رئیس جمهور پیشین سرزمین افغانستان محترم حضرت صبغت الله مجددی، و عرض تسلیت دارم به تمام همسنگرانش و به تمام مجاهدین، به امید و با آرزوی عزیزی که این شعر جهادی خوشتان آمده باشه و از استفاده ای نیک کرده بتوانید. خداوند پاک افغانستان آرام داشته باشه و روح محترم صبغت الله مجددی صاحب خوشنود داشته باشه، خداوند پاک ارواحش خوشنود داشته باشه و جنت الفردوس را نصیبش کنه. خدا حافظ، روز خوش دوستان عزیز.